خب دوستان، در رابطه با لس و طول میخواستم صحبت بکنم. لس و طول همونجوری که توی کلیپ قبلیم در رابطه با ماجیک تول صحبت کردم، لس و طول هم خیلی کمک کننده است برای پاکسازی خیلی از آبجکت هایی که شما ممکنه نیاز داشته باشید که بک‌گراند سفیدش رو حذف بکنید. به خاطر همین من وارد فتوشاپ میشم دوباره، و برای اینکه این گزینه رو نشونتون بدم، نیاز هستش که یه داکیومنتی رو فراخونی بکنم و داخل داکیومنت نشونتون بدم که چجوری هستش. پس میرم داخل فایل اوپن و یه داکیومنتی اینجا من دارم اونو باز میکنم. ببینید این داکیومنتی که من دارم، من اگه برای اینکه بخوام لس و طول رو استفاده بکنم، نیاز هستش که خیلی روش زوم بکنم، چون به هر حال نیاز هستش که دقت داشته باشه کاری که میخوام بکنم و با دقت اون کار انجام بدم. و من اگر آلتو بگیرم و آلتو پایین داشته باشم، یا اگر کنترل زد بزنم، اولا میبینیم که شکل به صورت کامل کل صفحه‌مون رو فرا میگیره، و اگر ما آلت رو نگه داریم پایین و غلطک موسمون رو به سمت جلو حرکت بدیم، میبینید که گزینه زوم فعال میشه برای ما. و فرض کنید من این قسمت از شکل رو میخوام با دقت تا اینجا، مثلا میخوام از اینجا این نقاط سفید رو از بین ببرم، یعنی از اینجا میخوام این نقاط سفیدی که بالای این خط آسمان هست رو پاک بکنم. به خاطر همین گزینه لسو خیلی کمک میکنه. این گزینه گزینه لسو است و من اینو کلیک میکنم، نگه میدارم و پولی لاین لسو رو انتخاب میکنم. این گزینه به این شکل هستش، پولی لاین لسو. برای اینکه کار شروع کنم، یک کلیک میکنم که شما ببینید. ببینید به صورت آزاد من میتونم هر کجا که میخوام کلیک بعدی رو بکنم و ادامه بدم. حالا برای اینکه بخوام دقت داشته باشم کاملا از روی این گزینه یا از روی این دیواری که اینجا هست حرکت بکنم، اگه من شیفت رو ببینید، من مثلا اینجا، ولی اگه شیفت رو نگه دارم، به صورت مستقیم به هر جهتی که من موسم هست قرار میگیره. شیفت رو ول میکنم، دوباره آزاد میشه. من میخوام به این سمت برم، پس شیفت رو میگیرم که خط مستقیم بر من بیاره. تا کجا؟ مثلا تا اینجا. یک کلیک میکنم، دوباره میام پایین. شیفت رو همچنان نگه داشتم، دوباره یک کلیک میکنم، شیفت همچنان نگه داشته. شیفت باعث میشه که خط صاف بکشید شما. اگر من شیفت رو ول کنم، ببینید خطم آزاد میشه. و شیفت رو میگیرم دوباره جایی که میخوام، یک کلیک میکنم اینجا رو، همچنان شیفت رو نگه داشتم، یک کلیک میکنم ول میکنم شیفت رو، اینجا یک کلیک میکنم دوباره میخوام مستقیم بیام، شیفت رو نگه میدارم. ببینید، یعنی جایی که من خط مستقیم میخوام، یعنی شیفت رو همچنان نگه داشتم تا جایی که نیاز نیست. مثلا اینجا من نیاز ندارم، شیفت رو ول میکنم و دوباره شیفت رو میگیرم، مثلا تا اینجا میخوام. ببینید، و این روند رو کامل ادامه میدم. شیفت رو ول میکنم، خط به صورت آزاد میشه، یک کلیک میکنم، دوباره شیفت رو میگیرم و از این بالا رد میشم، یک کلیک، یک کلیک اینجا، یک کلیک اینجا، شیفت رو میگیرم همچنان، اینجا یک کلیک، یک کلیک اینجا، اینجا. ببینید شیفت باعث میشه که خطی که میکشم کاملا چی باشه؟ صاف باشه. دوباره یک کلیک اینجا، یک کلیک اینجا. و مثلا من تا کجا میخوام؟ تا اینجا میخوام خط این زمینه سفید اینجا رو از بین ببرم. پس شیفت رو میگیرم، یک کلیک، شیفت نگه داشتم، میرم بالا خارج از زمینه و اینجا. حالا اینجا دیگه خیلی مهم نیست شیفت داشته باشه یا نداشته باشیم. در هر جایی که من باشم میتونم بیارم اینجا. ببینید این گزینه دایره ای که میاد، هر وقت شما این گزینه دایره ای رو دیدید کنار موستون ظاهر میشه، میتونید یک کلیک بکنید، یعنی این به این عنوان که این الان بسته شده است.
پس با یه دیلیت یا بک اسپیس من میتونم این قسمت از فضایی رو که میخواستم و که دیلیت بکنم از بین بردم. و برای اینکه اینو از دیسلکت در بیارم یه کنترل دی میزنم، این از حالت دیسلکت خارج شد. حالا برای اینکه شما حتی اینجاها را میتونید خالی بکنید، این داخل ها رو دوباره میتونید یا از لسو استفاده بکنید. حالا من به خاطر اینکه لسو رو دوباره به شما نشون بدم استفاده شو، یک اگر من از حالت سلکشن خارج بشم، شما اینو میتونید از حالت سلکشن خارج بکنید، آلت رو نگه دارید یا کنترل رو نگه دارید. یک کمی من بیارمش با غلطک موستون. شما اگه آلت رو نگه دارید، غلطک موستون رو بالا پایین کنید، ببینید این حرکت میکنه به سمت چپ و راست. حالا من اگه آلت رو نگه دارم، غلطک موستون رو یک کمی ببرم جلو، یعنی رولش بدم به سمت جلو، این زوم میشه. همچنان آلت رو نگه داشتم. حالا دوباره لسو رو میخوام، یک کلیک رو لسو میکنم، چون آخرین فرمانی که انتخاب کردم هنوز روی لسو هست. یک کلیک میکنم، شیفت رو میگیرم، یک کلیک، دوباره کلیک، 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 اینجا کلیک و نگاه کنید اون دایره رو من میبینم کنار موس. یک کلیک میکنم، این انتخاب شد، یا دیلیت میزنم یا بک اسپیس. ببینید این وسط هم خالی شد. پس ما بقیه فضاها رو به همین نه میتونم خالی کنم. حالا بخاطر اینکه رو از دیسلکت در بیارم، یه کنترل دی میزنم، از دیسلکت در میاد. دوباره میخوام یه کنترل صفر، کنترل رو همراه با صفر بزنم، کل شکل من مشخص میشه و به صورت زوم اکستند میتونم ببینمش. خیلی لسو کارایی داره، جایی که شما نیاز دارید، نقاط ریز، نقاط حساس رو مثلا دیلیت بکنید، کلش دیلیت نکنید، یکمش دیلیت بکنید، لسو خیلی بهتون کمک میکنه برای اون کار.